پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیاییم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. یعنی با این اعتماد ما به حضور خداوند میریم و ایمان داریم که فرزندان خدا در حین فروتنی، در حینی که تقدیس میکنن زندگیشون رو، مقدس هستن، نباید مثل زمانی که در مذهب بودن با ترس، با وحشت به حضور خداوند برن. شاعری میگه ما قوت پرواز نداریم. لطفا به این توجه کن، امروز تو فرزند خدا هستی، قوت قدوس با تو هستش، با ایمان بپذیر. ما قوت پرواز نداریم، آمیست که صیاد شکسته قفس را. قفس شکسته شده، پرنده ها هنوز اسیر اون قفس هست. مسیح ما را 2000 سال پیش آزاد کرده، امروز هنوز با ترس و نگرانی میخواییم به حضور خدا بریم. خب زندگی تو چک کن، چه بلایی به سر زندگی روحانی تو بریم که نمیتونی با دلیلی به حضور خدا بریم؟ اگر گناه اشتباهی هست تو بکن و خداوند مطابق فیضش تو رو برکت خواهد داد. چرا با ترس انسانی به حضور خدا میریم؟ با قوت خدا برو، با شجاعت به حضور خدا برو و خداوند هستش که تو رو برکت خواهد داد. چرا که ایمان داریم 2000 سال پیش عیسی مسیح که یگانه پسر خدای پدر هست، جسم انسانی بر تن کرد و بر روی زمین آمد تا خدای حقیقی رو و ذات حقیقت اون رو به ما بشناسه و دیوار گناه رو ریخت تا اینک با دلیلی در حضور خدا بریم. آمین.